ادامه اعتراض ها در ایران آنچه که مقام های جمهوری اسلامی آن را اقتشاش می و این بار وزارت خارجه این کشور خواستار واکنش جهانی علیه آن شده در میانه فشارهای بین المللی بر حکومت ایران برای توقف سرکوب معترضان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعا کرد که در هفته های اخیر دشمنان جمهوری اسلامی تلاش کردند بر اوضاع ایران تاثیر بگذارند این اقدامات تا جایی پیش رفت که حملات تروریستی در شیراز و ایزه منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز ما شد که ما ضمن تسلیت به علت ایران و به خانواده های این عزیزان این حوادث رو قویا محکوم می و اون رو در راستای تداوم فشار حد اکثری آمریکا و سه کشور اروپایی علیه مردم ایران میدونیم در هفته های اخیر برخی از نهادها و مسئولان مرتبط با سرکوب معترضان تحت تحریم برخی از کشورها از جمله کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در دیدار با کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بار دیگر حمایت این دو کشور را از ارزشهای مردم سالارانهی مردم ایران از جمله حق اساسی زنان برای انتخاب پوشش اعلام کردند یک روز پیش از آن فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از ادامه سرکوب معترضان در ایران و از صدور حکم اعدام علیه بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد. بار دیگر تاکید می کنیم که نیروهای امنیتی باید از هر گونه استفاده نامتناسب از زور علیه اعتراض های مسالمت آمیز خودداری کنند. مسئولان باید پاسخگو باشند. همچنین از معترضان می خواهیم به شیوه مسالمت آمیز عمل کنند. تمام تلاش ها باید برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها انجام شود. از مقام ها می خواهیم به نارضایتی های مشروع مردم رسیدگی کنند و هزاران تنی را که خود سرانه به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدند بیدرنگ آزاد کنند. با این حال تهران واکنش های بین المللی علیه اقدامهای های سرکوبگرانش را در برابر معترضان به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی می داند. حسین امیر یان در جریان دیدارش با همتای عمانی خود گفت که حتی قطنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در تداوم سیاست های این روزهای به گفته او ریاکارانه واشنگتن علیه تهران است و از آژانس سوء استفاده سیاسی شده. یک روز پیشتر رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی از تلاش ها برای تصویب این قطعنامه با اکثریت آرا در شورای حکام تقدیر کرد از تلاش همکارانم در نمایندگی ایالات متحده در وین و ترویکای اروپایی در تصویب این قطنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اکثریت آرا تقدیر می کنم. اجرای تعهدهای پادمان زیل NPT توسط ایران امری ضروری و فوری است که موفق مانده. اما وزیر خارجه ایران تاکید کرده که با اقدام متقابل و مؤثر به این قطعنامه پاسخ خواهند داد. حسین امیر عبداللهیان توضیح بیشتری نداد. با این وجود ایران در موارد گذشته در واکنش به این نوع قطعنامه های بین المللی برنامه خود را شتاب داده. از سوی دیگر میخایل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین از دور تازه مذاکره های بین ایران و آژانس خبر داده میخایل اولیانوف تاریخ آن را حدود دو هفته دیگر و در تهران اعلام کرد بنبست بر سر تحقیقات آژانس در حالی رخ میدهد که مذاکره ها بر سر احیای برجام متوقف شده کارشناسان میگویند با افزایش تنشای تازه بین تهران و طرفهای اروپایی برجام و آمریکا به دنبال سرکوب خشونتبار معترضان توسط حکومت ایران جایی برای ادامه مذاکره هسته باقی نمانده در مقابل احتمال راه اندازی سازوکار ماشه توسط اروپایی ها برای بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران افزایش یافته است. نازآفرین آفرین امیرزا رادیو فردا